اگر در کانادا زندگی کرده باشید میدانید که نه فقط اتوبوس‌ها بلکه تمام وسایل نقلیه‌ای که دانش آموزان را جابجا می‌کنند مثل ون‌ها و مینی ون‌ها تابع قوانینی سفت و سخت هستند که می‌بایست از سوی راننده رعایت شود. همچنین سرویس‌های دانش آموزان حریمی دارند که توسط سایر شهروندان و رانندگان به آن احترام گذاشته می‌شود. با نگاهی به آمار تصادف اتوبوس‌های مدرسه در کانادا مشخص است که ایمنی دانش آموزان برای سازندگان و طراحان این اتوبوس‌ها تا چه میزان از اهمیت برخوردار است. برای حفظ جان دانش آموزان در تصادف‌ها و به حداقل رساندن میزان تلفات و آمار جراحت‌ها چه امکانات و تمهیداتی در این اتوبوس‌ها پیش بینی شده؟ علاوه بر دارا بودن شاسی و بدنه بسیار قوی، همه این اتوبوس‌ها دماغدار هستند که باعث می شود در تصادف ها ایمنی بیشتری داشته باشند. زمانی که اتوبوس ها ایستاده اند و در آنها برای سوار و پیاده شدن بچه ها باز است، از چند ثانیه قبل چراغ های نارنجی و قرمز هشدار دهنده شروع به خاموش و روشن شدن می کنند و بلافاصله دو اتفاق می افتند. اول اینکه یک تابلوی ایست از سمت چپ به طور اتوماتیک باز می شود که تمام اتومبیل ها را حتی در لاین روبرو ملزم به ایست می کند، و دوم اینکه یک بازوی دو متری یا همان کراسینگ آرم در جلوی اتوبوس باز می شود که مانع از آن می شود که بچه ها به طور غریزی و با دیدن والدین یا خانهشان به سمت خیابان بدوند. تابلوی ایست دارای دو چراغ چشمک زن قرمز نیز می باشد که بتواند به سرعت توجه تمام رانندگان را جلب کند. جریمه تخلفات رانندگی در نزدیکی مدارس دو برابر است و امتیاز منفی بیشتری از دارندگان گواهینامه کم می شود و مدت بیشتری نیز طول می کشد تا از امتیاز منفی رفع اثر شود. با تمام تمهیداتی که گفته شد، فرهنگ عمومی حمل و نقل نیز به گونه است که میزان تصادف عموماً پایین است و به طور خاص در مورد دانش آموزان ایمنی آمد و شد بسیار بالا و رفت و آمد آنها در امنیت نسبی بسیار خوبی است.